سلام و درود، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از سری ویدیوهای تی یا تست هوش. امروز اومدیم ببینیم که هوش شما بیشتره یا هوش من، که اون دیگه بدیهیه که هوش هیچ کدوممون بالاتر از هوش ایجی کینگ نیست. من که ایجی کینگم. اومدیم 10 تا دیتکتیو ریدلز وید انسرز. یعنی چی؟ یعنی 10 تا معمای کارگاهی با جواب. بزن ببینم، میخوام ببینم شما هم همزمان با من حل کنید، ببینیم کدوممون بیشتر میفهمه. یکی داشتش از این مغازه چیز گرون میدوزید، پنیر. دوز هر دوشنبه میومد و پنیرها رو یواشکی میدوزید. بالاخره منیجر زنگ زد به یه دونه کارگاه خصوصی، بعد همینجوری نگاه کرد، دوربین مدار بسته نگاه کرد، همینجوری دید و بلا فاصله دزد رو یافت. دزد رو یافت، منم یافتم. کی پنیر رو دزدیده؟ اونش بوبز داره. اما اول کاری فهمیدم دیگه، یه خانوم بی کمالات وارد شد، با کمالات خارج شد. بله، زیر بودیزش قایم میشه. الین مسئول کاپشن کمد اینا بود. اون کشته شد توی رستورانی که اونجا کار میکرد. پلیس جنازه‌شو وقتی پیدا کرد که یه ژاکت دستش بود، فهمیدن که این ژاکت برای قاتل بوده و توش هدفون هم بود. اونا آخرین مشتریای رستوران رو نگه داشتن. ژاکت کی بود؟ برای این راستیه، مرد راستیه دیگه. It's a man's jacket. این هم که آلردی داره ژاکت، پس این راستیه است دیگه بابا. کرن هیچ وقت هیچ دوستی نداشت. همه توی مدرسه اونو مسخره میکردن و میگفتن خیلی عجیبی و ازش فاصله میگرفتن. تو پرام خیلی حالش بد شد، رفتش به دستشویی و یک ساعت بعد جنازهشو پیدا کردن. یا یکی زده تو سرشون هم از پشت، دمش گرم. پلیس با مظنونین مصاحبه کرد. کرن که من نمیشناسمش، من داشتم میرقصیدم بوده سوختنم. آنا، ما از بچگی با هم دوست بودیم ولی من هیچ وقت ندیدمش که بره از اینجا. من کل پارتی کنار بار بودم. کی داره دروغ میگه؟ راستی زنه اونی که کلن بار بود؟ آنا؟ چرا؟ کرن هد نو فرنس. کرن هست که بچه رفیق نداشت. برای چی به اسلحه نیاز داشت؟ یک مرد وارد یک بار شد و از بارتندر یک لیوان آب خواست، ولی بارتندر تفنگشو در میاره و میگیره رو سر یارو. یا خدا، اوکی. مرد میگه مرسی که کمک کردین و میره بیرون. چرا؟ What؟ چرا؟ چون که تفنگ گرفته. یعنی چی چرا؟ The man had hiccups. یارو سکسکه داشت، اون میخواست که با سکسکی این آب بخوره، سکسکی برطرف شه، ولی داداشمون تفنگ در آورد ترسوندتش دیگه. یعنی چی؟ این چه منطقیه؟ اندرو مرده توی آپارتمانش پیدا شد. سه تا مظنون وقتی که اون مرد وجود داشتن، انی، مایک، ان اوتو. پلیس یه دونه کاغذ با همراه با یه دونه سرنخ که روش بود اونجا نوشته بود، روی کاغذ بغل جنازش بود نوشته شده بود 1221. پلیس بلافاصله فهمید که قاتل کی بود. What؟ Who killed Andrew؟ 1221. اوتو دیگه، اوتو تنها کسی که اسمش اینجوریه. The murderer was Otto. بابا بناسم. 1 = 1، 2 = 2، 2 = 2 و 1 = 1. پشیمان میشه اوتو. یک آشپز معروف آقای لینگوینی رو چاقو زدن کشتنش. پلیس به 3 نفر مظنون شده بود توی رستوران. میتونی چیزی که قاتل رو باعث میشه تشخیص بده پیدا کنی؟ سر نخو. یه دستکش تو اون سطل آشغاله. دستکش برای کی؟ کی دستکش نداره؟ این مردی کشتنش. من مطمئنم Police were called in by Alice the maid after she found Mrs. James's body. Okay. I was cleaning when I heard a gunshot. I called Mr. James and I left him a message telling him something bad happened and he should come home immediately. Police went outside and found Mr. James approaching the house. That's terrible. How? No. Who could have possibly shot my wife? Oh no!
What happened to his wife? We all don't know. We have no idea. The police arrested him immediately. Police? Why? تازه فهمیدم. چرا؟ چون که اون زنه بهش گفته بود یه اتفاق بدی افتاده بود، ولی بهش نگفته بود که زنه تیر خورده. این از کجا میدونست که زنش تیر خورده؟ Yes. Answer? Nobody told Mr. James that his wife was shot. I am genius. یه روز می و بن رفتن توی پارتی، تر کوچولو رو خونه جا گذاشت. وقتی که اون برگشتن دیدم پیتر مرده. بابا چرا همه میمیرن تو این؟ من نمیفهمم. مزنونین این سه نفرن: خدمتکار، بچه نگهدار و آشپز. من رفتم به مغازه، رفتم یه بطری آب بگیرم دیگه، آب دونیمون خالی شده بود. من داشتم لباس پیتر رو برای فردا آماده میکردم. اینم گفته من داشتم برای پیت شام درست میکردم. بیبی سیتر دیگه، مگه تو اتاقش نمرده بود؟ خب لباسش تو اتاقشه دیگه. جواب خدمتکار دیدش، به خاطر اینکه اون گفتش که آبدونی خالی شده بود. من رفته بود مغازه در صورتی که پر بود. من بعد اینو نگاه میکردم اول اون استغفرالله، من چه میدونم. خب صاحب این ویلا مرد یک شنبه شب، بنده خود خدا بیامرزتش. بدنش 2 ساعت بعد از اینکه مرده بود پیدا شد. کارگاه رید رفتش سر صحنه. اسمش رو ریده منش. قاتل هیچ چیزی از خودش به جا نگذاشت روی بدن. ما باید دوروبر رو نگاه کنیم. میتونی سر نخوب یه دستکش اینجاست، یه دونه شال هم این روه، سیب خورده یه کاغذ هم مچاله شده. اوه It's an old model. یه این یه مدل قدیمیه و میدونم اینو کجا میفروشن. اوه پیدا کردیم. خوشش سرشان خوب. میگه تو آیا شما هنوز این دستکش رو دارید؟ بله، ولی ما دیگه نمیفروشیمشون اونقدر. اونا فقط برای یه کارای سنگین هستن. من میدونم این دستکش رو یکی از همسایه های اونی که مرده بود خریده. خب این که خونش کار خاصی نر، ماشینش این خونش هم سالمه، اینم خونش اونجوریه. کدوم همسایه اینو خریده؟ همسایه سمت راستی یا اون ماشین خرابه است دیگه، تا اون داشته کار سنگین میکرده دیگه. ولی ممکنه اون توربین بادی هم نصب میکرده بوده، ولی ماشین خرابه است. یه ماشین قدیمی رو خیلی سخته که اینجوری بخوای تعمیرش کنی. او رفتن خونش یه دستکش دستشه. شو بخیر آقای کارگاه. بذار ببینم دستکشو تو. من اون یکی دستکشمو هفته پیش گم کردم. شاهدین میگن که گوین همسایه‌شو دعوا داشته و باشون دادگاهی بوده. And here's the second suspect. آها با همکاری یه همسایه دیگرشون رفته بودن چیز کرده بودن، از اون چیز مقتول شکایت کرده بودن. معذرت میخوام کارگاه، ولی من دستکش دستم نیست. Who's the killer؟ قاتل کیه؟ قاتل سمت چپی است، چون که داره دروغ میگه. دستکش اینو دزدیده و رفته کشته که بعدش این بیفته توی مقصر و اینو بکشن، اینو بندازن زندان. این میخواسته جفت همسایه‌هاشو با یه تیر بزنه. چپیاس. Connor is the killer. Connor قاتله. اون گفتش که دستکش نمیپوشه، ولی سمت راستش آفتاب نسوخته. دست چپش سوخته. اینجا کی قاتله؟ A یا B؟ B که خون رو خب B دیگه. گفتش فقط کشکن سشوار. خونه دیگه رو تابلو تر بنازم. امیدوارم که جواب تستارم شما داده باشین و ببینیم کی هوشش بیشتره. چند تا رو درست گفتی؟ این راست میگی؟ کامنت بذاریم. هم یه همه دیگه گفتی. دم شما میگم، مرسی که ویدیو رو دیدین. قسمت دیگر، بای بای.